تلویزیون پرسید که معناش چیه، عرض کردم خدمتش مثل خارج کردن یک قطار از ریل. اگر سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته بشه، فراموش نکنیم که سپاه دارای رابطه های سنگین تجاری، نظامی، شبه نظامی، اقتصادی با دنیای بیرونه. رابطه های سنگی داره، از سنگاپور گرفته تا امارات، از امارات گرفته تا تورنتو، از تورنتو گرفته تا کشورهای آمریکای جنوبی، آفریقا و بعد با تمام کشورها رابطه داره. و بعد شایبه همکاری با سپاه میتونه برای هر شرکتی، هر دولتی خیلی دردناک باشه. سپاه رابطه های سنگین داره با بانک ها، با حتی صرافی ها، صرافی های کوچک و بزرگ در دنیا، چون سپاه فقط یه سازمان نظامی نیست، سازمان تجاری اقتصادی است، یک دست فروشی است، یک کانون قاچاق مواد مخدر، ده ها کار انجام میده که هر کس که یا نزدیک باشه به سپاه یا همکار سپاه باشه باید منتظر پیامدهاش باشه، در سطح پیامدهای کیفریش باشه حتی. یعنی میخوام بگم که خیلی اتفاق سنگینی است. حالا خامنه ای تصمیم گرفت که در آستانه کلید خوردن امیتوریستی شمردن سپاه پاسداران بودجه این سازمان رو بالا ببره، تقریبا 50% اضافه کرد بودجه، اونم تو این شرایط بعد اقتصاد. این درست مثل این که دوست عزیزم گفت، درست مثل این که شما بنزین بریزید توی باچه اتومبیلی که موتورش پیاده کرد، با ریختن سوخت اضافی این ماشین حرکت در نمیاد. سپاه همچین وضعیتی پیدا میکنه. با چی هستیم؟ همینان در این روز مهم در تاریخ میهنمون، همینان هم با احمد رفعت عزیز هستیم، روزنامه‌نگار بین‌المللی، همینطور با سرکار خانم نازنین انصاری، مدیر روزنامه کیهان، سرکار خانم معمار صادقی، تحلیلگر ارشد اندیشکده‌های ایالات متحده آمریکا. سپر خسروی هم برنامه رو هدایت میکنه. از این سپاسگزارم. درود بر شما. درود آقای بر شما. درود مریم جان. درود جناب رفعت. ممنونم. منم سلام دارم اجاب... از شما جناب میبودی. بعد از چند هفته غیبت و خانم معمار صادقی و خانم انصاری و همکارانتون و به ویژه یک سلام ویژه هم خدمت تمام بینندگان برنامه در هر کجا که هستن. و سلام گرمم به خانم ایرانی و آقای خسروی. ممنون، تشکر میکنم مریم جان. به شما من مثل که اولی برنامه در سال جدیده مریم جان نیست؟ آقای خانم معمار صادقی. بله آقای میبودی، خسته نباشین واقعا. سال نو امیدوارم برای شما خوب باشه، برای همه هم بینندگانم. احمد جان لطف کنید ما رو ببرید به استراسبورگ، ببینیم امروز چه گذشته، بعد با دوستان عزیز صحبت بکنیم پیامدهاش رو. و هر حال به نظر من تروریست شمردن سپاه پاسداران در دنیا کلید خورده، بعد این خواست ایرانی ها سر سراسر دنیا شد. غربی ها منتظر چنین واقعی بودن که خود ایرانی ها چنین چیزی رو طلب بکنن. خوشبختانه این اجتماع انبوه ایرانی ها و این درخواست جمعیشون، این که هیچ اختلافی به هیچ گروهی در این زمینه وجود نداره، میتونه خیلی راهگشا باشه. اما این یک هزارتوی عجیب قانونی است دیگه. باید ببینیم که از چه هزارتوی باید عبور بکنه این موضوع تا بره به تصویب بشه. احمد جان رفعت در این زمینه به ما توضیح میده. احمد جان فراپا بود. اول چند تا خبر، چون من چند دقیقه قبل از شروع برنامه با چند نفر از دوستانی که در استراسبورگ بودن صحبت کردم، به خاطر میبست از من تلویزیون آلبانی خواسته بود که یک توضیحی بدم در این رابطه، یه تفسیری بکنم. به گفته پلیس استراسبورگ، لحظات آخرین سرشماری که داده بیرون، لحظات قبل از آغاز رسمی این تظاهرات گفته حداقل 14,000 نفر هستند. با توجه به اینکه اصولا آمار پلیس کمی کمتر از واقعیت و آمار برگزار کنندگان کمی بالای واقعیت، اون زمانی که من در ابتدای خبرنگاری مجبور بودم تظاهرات این چیزها رو دنبال کنم، یک
رسمی بود، سنتی بود که دوتا عدد رو جمع میزنی تقسیم بر دو میکنی واقعی میشه. از اونجایی که برگزار کنندگان تا کنون آماری ندادن، ولی از عکس ها و فیلم هایی که من دیدم حداقل 20-25,000 نفر دیده میشن که بسیار زیاده با توجه به زمستان، هوای بسیار سردی که در استراسبورگ است، و در هر حال موفق بوده حتی تا کنونش، به خاطر اینکه خانم متسولا رئیس مالتایی پارلمان اروپا با وقتی که جمعیت اونجا جمع شده بودن اومد بیرون، رفت بین جمعیت و شروع کرد با ایرانیا صحبت کردن و من جمله تا اونجایی که به من خبر دادن گفت ما شما رو تنها نمیگذاریم، با شما هستیم. از اینکه بگذاریم، شما اشاره کردید به روند قانونی. ببینید این سیستم اروپا، اتحادیه اروپا، یه مقدار پیچیده است. پارلمان اروپا هر تصمیمی رو بگیره اگر هم تمام نمایندگان به اون رأی بدن، ضمانت اجرایی نداره برای هیچ کدوم از دولت‌های عضو. هر مصوبه پارلمان اروپا برای اینکه در یکی از کشور عضو اجرایی بشه باید در پارلمان اون کشور هم تصویب بشه. آن تصمیماتی ضمانت اجرایی دارن در سطح اروپایی، اتحادیه اروپا، که شورای وزرای اتحادیه کشورهای عضو یا نخست وزیران تصمیم بگیرن و به اون رأی بدن، و اونجا هم مکانیزم حق وتو است. یعنی هر کشوری از کوچکترین کشور تا بزرگترین کشور حق وتو داره. یعنی اگر یک کشور رأی نده اون مسئله بایگانی میشه، به تصویب نمیرسه. ولی در این با توجه به این دو مسئله که من گفتم، اهمیت رأی پارلمان اروپا بسیار بالاست، چون یک اهمیت سیاسی داره. شاید اهمیت اجرایی نداشته باشه ولی چند اهمیت سیاسی داره. یک، که به کشورهای عضو به نوعی پیشنهاد میکنه که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو در فهرست تروریستای خودشون قرار بدن، و دولت‌ها رو وادار میکنه، دولت‌های این کشور رو، که در این رابطه فکر کنند. شاید 1-2-3 دولت این کار رو نکنند، ولی بعید به نظر میاد که هیچ کدوم از دولت‌های کشور عضو در این زمینه اقداماتی انجام نده. اهمیت دیگرش اینه که در هر صورت بسیاری از این کشورها به ویژه در زمینه اقتصادی، اونهایی که شرکت‌هاشون با شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران، حالا چه وابسته مستقیم چه وابسته غیر مستقیم، دیگر همکاری نخواهند کرد یا همکاریشون رو به شدت کاهش خواهند داد، زیرا این همکاری میتونه در افکار عمومی براشون دردسرساز باشه. برای اینکه وقتی تمام نمایندگان یا اکثریت نمایندگان پارلمان اروپا بگن یک نهادی تروریستی است و فلان شرکت غیر دولتی خصوصی بیاد با اون کار بکنه، این باعث بدنامیش میشه. مسئله یه سهمیت سوم اینه که در هر صورت اگرچه ضمانت اجرایی نداره مصوبه پارلمان اروپا، ولی نهادی رو تروریستی خوانده و در بهش این لقب رو داده که رهبری اون فرمانده کل شخصی است به نام علی خامنه ای که در عین حال رهبر جمهوری اسلامی هم هست. بنابراین از رهبر جمهوری اسلامی هم یک شخصیت اگر نه تروریست، حداقل حامی تروریست معرفی خواهد شد، و این مثلا بسیار مهمه. و من فکر میکنم که این رأی میتونه یک بحثی رو دامن بزنه، آنچنان که به عنوان مثال در بریتانیا صورت گرفت. مجلس بریتانیا هم رأی داد به این که سازمان سپاه سازمانی است تروریستی، و به دولت بریتانیا توصیه کرد که این سازمان رو در فهرست گروه‌های تروریستی قرار بده، و این بحث در میان احزاب اونجا اینجا آغاز شده. بنابراین این بحث میتونه در این کشورها به صورت جدی بین احزاب سیاسی، چه احزابی که دولت در دولت حضور دارن و چه احزاب اپوزیسیون و پارلمان‌های محلی آغاز بشه. و مثلا من میدونم که برخی از نمایندگان پارلمان ایتالیا از دولت خواستند که این مسئله رو در دستور کار خودش قرار بده، و بعید نیست که در
هفته های آینده البته در ایتالیا انتخابات استانی است در ماه فوریه، فعلا همه درگیر اونند. بعد از انتخابات استانی این مسئله در دستور کار احزاب، چه احزاب ائتلاف دولتی و چه احزاب اپوزیسیون قرار میگیره. تشکر میکنم از توضیحاتتون. به نظر من اون چیزی که باعث شد که این موضوع کلید بخوره، موضوع تروریستی شناختن سپاه پاسداران، دخالت دادن سپاه در اوکراین، یعنی سیاستی که خامنه ای اتخاذ کرد، یکی از متشترین اشتباهات خامنه ای در طول این دوران زمامداریش بود. یعنی واقعا اروپا رو متوجه کرد که کسی در کنار پوتین قرار گرفته که او هم قصد داره تمدن غرب رو به خطر بندازه. اینا قصدشونی که اتحادیه اروپا رو به شکلی به اصطلاح تجزیه کنن، یعنی اروپا رو وادار بکنن که وا بره، یا اینقدر فشار بیارن که اروپایی ها ناچار دستا رو به علامت تسلیم بالا ببرن، که تا اینجا این چیزی اتفاق نیفتاد. برای همین آقای خامنه ای آرزوی زمستان خیلی سرد رو برای اروپا داشت که دیدیم چنین نشد، چون اروپایی ها خیلی زیرکانه موفق شدن که این مخازن گاز خودشون رو پاکن، به ویژه آلمان. آلمان در این زمینه به نظرم خیلی سیاست به خرج داد، خیلی موفق. مشکل آقای خامنه ای مشکل اینه که، یعنی مشکل ایران در واقع اینه که رهبری داره که آقا با آدم های باسواد دشمن آدم باسواد، دشمن آدم درستکار، دشمن متخصص، دشمن کارشناس. هرچی آدم کوتوله سیاسی است، مثل که کامیون رفته تو ایران جمع کرده بار زده ارده جلو کاخ رهبری پیاده کرده که اینها اطرافیان آقای خامنه ای تشکیل بده. نگاه کنید به کارشناسان سیاست خارجیش، به اونهایی که دیپلماسی ایران رو تو این چند دهه شکل دادن، همه بی فرجام، همه علیه خود جمهوری اسلامی عمل کرده، جمهوری اسلامی رو رسونده به این روز مصیبت و استیصال. سکا خانم نازنین انصاری عزیز، سراپا گوشی، بفرمایید. مرسی آقای میبودی. خب میدونی شما همین وقتی که رفتار جمهوری اسلامی رو میبینین، یک از اولش تمام دیدشون، خواستشون برای بهتر شدن، بهبود شدن یک وضعیت خود فرقهشون بوده، انقلاب بوده و از دید اقتصادی و مدرن بهره‌مند نبودن و به خاطر همون طوری که یک مسجد رو میگردوندن و وقف میگرفتن، با اقتصاد مملکت هم همین کار رو کردن. وقتی که شما بودجه سال به سال جمهوری اسلامی رو میبینین که هر سال بودجه های سپاه پاسدار و تمام اون بنیادهایی که زیر نظر خود چیزه بودجهشون بیشتر شده و این پولا کجا رفته بعدش. همین موضوع این آقای علیرضا اکبری رو که میبینید و چطور ایشون پیشینش چی بوده، رابطهش با آقای ببخشید الان اسمشون از زبونم افتاد، آقای شمخانی چی بوده، رابطه مالیشون چی بوده. واسه همین اینا تنها فقط در این فضا تونستن ادامه بدن، ولی در همون ضمنم میبینین ریزش چقدر هست. یعنی نه به اعتقادات خودشون دیگه اصلا اعتقاد دارن، این موضوع اینی که هر کن پر کن و بخور بخور، مثل پاراسیت هستن، چیزی به مملکت پس نمیدن. ولی در همون ضمن مملکت به اینجا رسیده و وجدان یه عده حتما بدون شک بیدار شده و راه جلو رفتن هم همینه. واسه همین ریزش هم میبینید در درون، به اضافه اون که اون وجدان بین المللی هم یک دفعه میبینید بیدار شده، نه تنها وجدان مال از طریق سوشال میدیا و مردم عادی، بلکه در سیاست مدارها و اینکه چطوری با این موضوع جمهوری اسلامی روبرو بشن. بدون شک وضعیت حقوق بشر اونطوری که با زنان رفتار میکنن، زن زندگی آزادی و رولی که میدونین تمام ایرانی تبارهایی که در
خارج بودن بازی کردن برای این بیشتر شدن ذهنیت جهانی و بین المللی، الان رسیده به عرصه واقعا وضعیت در صورت سیاسی، طوری که در این سالها همیشه موضوعش و حقوق بشر نبود، موضوع همیشه راجع به استراتژی بوده، سیاست بوده. واسه همینه که در مثلا با جمهوری اسلامی بازی میکردن، باش تانگو میرقصیدن، در عراق، در حمله عراق، افغانستان. این نبود که خارج نمیدونست چی داره اتفاق میافته، خیلی خوبم میدونست. ولی الان در این مقطع زمانی وضعیت ایران یک طور شده که این جریان حقوق بشر و انرژی که در حقوق بشر هست در این انستیتوها و اینا رسیده به اون برای انرژی دولت ها در سطح پارلمان ها، در سطح رسانه های بین المللی. و در این و من واقعا افق پر از فرصت میبینم، فرصت اگر با دید درست و قلب باز پیش بریم، همونطوری که شاهزاده رضا پهلوی گفته. اتفاقا وقتی که در صحنه خارجی میبینین، در میانه وقتی رو صحبت از آلترناتیو میکنیم، گروه های سیاسی، هفته پیش با آقای کیانی، علیرضا کیانی اینجا بودن، گروه های مختلف هم تمام مدت در نگری دارن میکنن و به راه جلو، و من به خاطر همین خیلی پر از امیدم. ممنون، تشکر میکنم. یه تو این در تکمیل سخنان نازنین عزیز کافیست به آخرین حرف های نخست‌وزیر جدید عراق گوش بخوره. یک، دفاع از حضور نظامی آمریکا در عراق. دو، دوباره خواندن خلیج فارس به نام خلیج عربی. اینا نشانه اینه که جمهوری اسلامی دیگه مثل سابق حتی در عراق میداندار نیست. نشون میده که جمهوری اسلامی در منطقه یه مسیر زوار رو داره طی میکنه. بعد از عراق نوبت لبنانه، حزب الله لبنان رو از حالا حساب کارش رو بکن. خانم مریم معمار صادقی عزیز، ببینیم که تحلیلگر برجسته چی میگه. خانم معمار صادقی بفرمایید. خیلی ممنون آقای میبودی. من سلام میکنم به خانم انصاری و آقای رفعت و بازم سلام عرض میکنم به هموطنان عزیزم. من به اندازه خانم انصاری خوشبین نیستم متاسفانه، البته خب امیدوارم که ایشون درست بگن. الان جمهوری اسلامی بیشتر از روزی 1,000,000 بشکه نفت هنوز داره به دنیا میفروشه و اتحادیه اروپا بین 10-12% از کل تریدی که داره، تجارتی که میکنه با جمهوری اسلامی هست، و این خب وضعیتی هستش که خیلی زیاده، یعنی خیلی باید سیاست‌های تک تک اون کشورهای اروپایی همون جوری که آقای رفعت گفتند عوض بشه تا این درآمد رو این حکومت یا در از این مافیای جهانی اسلامی دیگه نداشته باشه. در وقتی که جنگ اوکراین شروع شد، سیاست اروپایی یا آمریکایی یا به طور کلی کشورهای دموکراتیک با سرعت کم عوض شد به این که از پوتین نباید نفت و گازش رو بخریم. ولی کسایی که خیلی روی این موضوع کار میکردن که حتما این اتفاق بیفته که پوتین از لحاظ اقتصادی انزوا بشه، کنار گذاشته بشه، هی نشون میدادن که علارغم تحریم هایی که داره گذاشته میشه، درآمدی که پوتین داره از طریق نفت و گاز داره بیشتر میشه. دو دلیل اصلی داره، البته من اقتصاددان نیستم، خیلی بهتر از من اینو میدونن، ولی یک دلیلش اینه که اینا راه دیگه پیدا میکنن برای فروش نفت و گاز از جمله به چین، و یه دلیل دیگه هم این هستش که خب قیمت نفت خیلی رفته بالا و با اینکه کمتر میفروخت پوتین، باز اون درآمدی که میگرفت از نفت زیاد بود. اینا رو میگم برای اینکه با اینکه خیلی خیلی مهمه و واقعا باعث افتخاره
که هموطنانمون روز سرد از کشورهای مختلف اروپایی سوار اتوبوس شدن، همه نوع اختلاف اگر وجود داره رو گذاشتن کنار، با همدیگه بودن، روز کاری مرخصی گرفتند، از خودگذشتگی کردن، همه دوره هم اونجا جمع شدن با پرچم شیر و خورشید که بگن که شما اگر واقعا راست میگین که حقوق بشر براتون مهمه، راهی به جز این که این سپاه پاسداران رو تحریم بکنین و تروریست بدونین، یعنی در از حقیقت رو اعلام بکنین که اینا تروریست هستن، راه اخیراً من هر جا که سخنرانی داشتم یا مصاحبه‌ای داشتم کاری کردم، گفتم که مهمتر از حتی هر کدوم از این تحریم ها یا مثلا دادن استارلینک به ایران یا هر سیاست کوچیکی که یا ریزی که برای به طرف مردم ایران باشه، مهمتر از هر کدوم از اینها این هستش که سیاستمداران کشورهای دموکراتیک، بایدن قبل از هر کدوم از اینها، جلوتر از هر کدوم از اینها، باید اعلام بکنن که این حکومت دیگه وایبل نیست، یعنی اینکه بتونه سر کار بمونه و واقعا یک دولت باشه دیگه شدنی نیست. یعنی موضوع فقط این نیستش که مشروعیت نداره و از لحاظ اخلاقی یک حکومتیه که قابل احترام نیست، اصلا دیگه دولت نمیشه حساب بشه به خاطر کارهایی که داره میکنه در داخل کشور علیه مردم ایران، در خاورمیانه و همون جوری که گفتین علیه مردم بیگناه اوکراین. برای اینکه این اتفاق بیفته، بایدن همچین حرفی رو بیاد بزنه که ما با مردم ایران هستیم، ما با مردم ایران دیگه میخوایم، نمایندگان از مردم ایران، از اپوزیسیون میخوایم با اونا نشست بکنیم، گفتگو بکنیم راجع به آینده مملکت، راجع به برنامه هسته‌ای اینا. برای اینکه این اتفاق بیفته، واقعا جهان بینی باید عوض بشه. ما الان تو وضعی هستیم که متاسفانه دولت بایدن هنوز و کلن دولت‌های کشورهای غربی حاضر نیستن تصور بکنن دنیایی رو، خاورمیانه‌ای رو که جمهوری اسلامی سر کار نباشه. شاید نزدیک باشیم، یعنی بیشتر از هر موقع دیگه بعد از این تو این 43 سال نزدیک‌تریم، ولی هنوز کار داره به نظرم. و خیلی مهمه که در منطقه کشورهای عربی و اسرائیل یکی شدن علیه جمهوری اسلامی و فشار اصلی از این کشورهای خاورمیانه هست روی غرب. اونا میدونن چه خطری هست جمهوری اسلامی و اینکه آینده ای نداره این همچین حکومتی، فقط باعث بدبختی ایرانیان و دیگر کشورهای خاورمیانه و به طور کلی دنیا میشه، ولی به نظرم هنوز غرب اون گامو بر نداشته. تشکر میکنم. من البته هم نظر کاملا دیگری دارم. نظر من اینه که بسیاری از احزاب در جهان غرب، احزاب سنتی، احزاب مهم، احزابی که دهه هاست بعد از جنگ دوم جهانی در پارلمان های اروپا بودن، امروز همه با جمهوری اسلامی قهر کردن، همه هوادار جنبش انقلابی مردم ایران شد، به ویژه هوادار جنبش زنان در ایران، و این بی سابقه است. حزب دموکرات آزاد FDP، حزب سوسیال دموکرات آلمان، یعنی حزب سنتی که از روز نخستی که جمهوری اسلامی سر کار بوده تا به امروز تعامل داشته، FDP همیشه حامی جمهوری اسلامی بوده، از گنشر بگیری تا آخرین، امروز اما در برابرشه. یا در پارلمان سوئد، من با یک نماینده پارلمان سوئد اینجا گفتگو میکردم، ایشون میگه من 20 ساله در پارلمانم، هرگز ایران برام دغدغه‌ای نبوده، من یه سوئدی هم، زن سوئدی هم جدا شده بود البته ایشون، ولی امروز به این نتیجه بعد از این جنبش متوجه شدم که من تمام عشقم ایرانه و دغدغم شده ایران، دغدغم شده ایران و سرنوشت ایران و این حکومت باید بره. اینا به نظرم اینا تو انقلابه. ما 120 روز الان این انقلاب رو پشت سر گذاشتیم. ببینید به چه دستاوردهایی در سطح جهان رسیدیم، به چه دستاوردهای بزرگی. من فکر می‌کنم در این زمینه آقای دکتر رفعت بتونن توضیحات بیشتری بدن. دکتر رفعت خود ایتالیا، فکر کنید احزاب ایتالیا، شخصیت‌های ایتالیایی، یا در انگلیس کی تصور می‌کرد؟
نو خستازیر انگلیس چه موزهی بگیری در برابر آقا تو این مملکت جک استراوس یعنی دلدار و مشاور حکومت جمهوری اسلامی وزیر خارجه انگلیس بیشتر وزیر خارجه ایران بود تا وزیر خارجه انگلیس برمیگردیم نظر آقای دکتر رفعت گوش بدید روزنامه‌نگار بین‌المللی احمد رفعت عزیز اجازه بدید که به ما توضیح بده ببینیم که وضعیت جنبش انقلابی ایران بعد از بیش از 120 روز دیگر رفتیم به سمت خیز برداشت زمان به 130 روز انقلاب دستاوردهاش و اجتماع امروز نتایجش و درخواست داریم بحث می‌کنیم درباره درخواست تروریستی شناختن سپاه پاسداران آقای رفعت ما سراپا گوشیم بله ببینید شما این 120 روز یا بیش از 120 روزی که از انقلاب زن زندگی آزادی میگذره به نوعی جهان رو متحول کرد ما شاهد هستیم که در سراسر جهان این انقلاب تونسته پشتیبانان بسیاری پیدا کنه فقط هم در بین وزیر و وزرا و نمایندگان مجلس نیست که اونا اهمیت خودش رو داره ولی اون چی که بیشتر اهمیت داره شهروندان عادی کشورهای مختلف که از این انقلاب حمایت میکنن خودشون رو نزدیک به این انقلاب میبینن خودشون رو همراه این انقلاب میدونن خودشون رو حامی این انقلاب معرفی میکنن این بی سابقه بوده من در این 50 خورده سالی که به عنوان روزنامه نگار تو خارج زندگی میکنم و اخبار رو پوشش میدم دو بار شاهد اینچنین همبستگی گسترده بودم یکی در سالهای قبل از انقلاب در ایران زمانی که در شیلی کودتا شد و ژنرال آگوستو پینوشه دولت سالواتور آلینده رو برکنار کرد دومی هم در زمان در اوج مبارزه در آفریقای جنوبی علیه آپارتاید غیر از این در هیچ مورد دیگری و در این سالها انقلاب‌های زیادی، قیام‌های زیادی، شورش‌های زیادی در سراسر جهان در کشورهای مختلف بوده، همبستگی هم شده ولی نه در این سطح. نه در سطحی که از کودکستان دبستانی در مورد زن زندگی آزادی بیان صحبت کنن و بخوان گوش بدن من خودم اسکایپی در نشست یک مدرسه ابتدایی تو شمال ایتالیا شرکت کردم و راستش پرسش‌هایی که بچه‌های 6 تا 11 ساله از من می‌کردند بعضی وقتا مشکل داشتم چگونه پاسخ بدم اینقدر سوالاتشون دقیق بود اینقدر جالب می‌دونستم و بعد برای تشکر از من نشستن یه تیکه از برایه رو به فارسی که معلماشون به لاتین نوشته بودن برام خوندن و شاهد بودیم کور مدرسه در فرانسه یا جاهای دیگه یا هنرمندان مختلف کشور دیگه مردم عادی که میان یه کارزار یه برنامه تلویزیونی ایتالیا را انداخت موهاتون رو ببرین یه تیک از موهاتون بزنین تو پاکت بفرستین سفارت جمهوری اسلامی من اطلاع دقیق دارم از مسئول پستی اون منطقه روم که سفارت درش قرار داره که به جای نیم کیسه پستی که هر روزانه به سفارت میبرن اون روز 3 کیسه پر پاکت تحویل سفارت دادن اونم روز اول یعنی شب تو برنامه اینا گفتن این دو روز بعدشه بنابراین این چنین همبستگی نداشتیم احزاب سیاسی هم باید گفت که واقعا در کشورهای مختلف چه راست چه چپ چه میانه همه حمایت کردن همه علیه جمهوری اسلامی حرف زدن اعتراض کردن برخی از دولت ها هم کم و بیش در مورد این اعدام یا اون سرکوب صحبت کردن ولی خب احزاب وقتی به عنوان یکی از اعضاشون به عنوان وزیر باید تصمیم بگیره با زمانی که به عنوان رهبر حزب صحبت میکنه کمی تفاوت داره چون مسئولیتی به عنوان عضو دولت داره متفاوته با مسئولیت حزبی و بنابراین اونجا باید یک سری مسائل دیگر هم در نظر بگیره و محتاطانه تر عمل میکنه بنابراین اگر یک وزیر خارجه علیه مثل وزیر خارجه آلمان یا وزیر خارجه ایتالیا که حتی توی برنامه تلویزیونی موهاشو برید همراه زنانی که میهمان اون برنامه پر بیننده بودن در این حد بره جلو یا بگه از الفاظی استفاده کنه که اصلا در شأن یک وزیر نیست علیه جمهوری اسلامی
ولی برای اینکه بخواد تصمیمی بگیره در قطع رابطه یا فراخواندن سفیر و اینها یه مقدار متفاوته، ولی با وجود این باید گام به گام پیش رفت. ببینید من از ایتالیا انگلیس رو صحبت کردم، از ایتالیا صحبت میکنم. هفته گذشته سفیر جدید جمهوری اسلامی آمد ایتالیا و رسمه که سفرای هر کشور در این بریتانیا میرن پلوی ملکه یا الان پادشاه استوار ماشین رو تقدیم میکنن، تو ایتالیا میرن رئیس جمهور. یک مراسم بسیار فرمال که هیچ وقت خبری هم ازش در نمیاد، خبری که آژانسیا میدن اینه که رئیس جمهور امروز سفرای جدید کشور فلان رو به حضور پذیرفت. رئیس جمهور ایتالیا نه تنها شدیداً انتقاد کرد از جمهوری اسلامی در مقابل سفیر، بلکه آخرش گفت تا اینجا به عنوان رئیس جمهور صحبت میکردم، الان به عنوان فرد صحبت میکنم. من شدیداً عصبانی و ناراضی و معترضم به آن اعدام هایی که میکنید و سرکوبی که میکنید. یعنی به قول معروف خیلی تندتر از آنچه که رسما صحبت هست. اصلا رسم پاپ فرانسیس، واتیکان در تمام این 43 سال بر پایه یک توافق نانوشته با جمهوری اسلامی در ازای اینکه بر نه مسیحیان بلکه بر کاتولیکا که آسوری و کلدانی و بخش کوچکی از ارامنه هستند فشار وارد نیاد، هیچگاه به هیچ زمانی هیچ انتقادی از جمهوری اسلامی نکرده تو این 43 سال. حتی همین پاپ هم که روز 9 ژانویه، روزی که پاپ دیپلمات های آکریدیته در واتیکان رو میپذیره که با نام بردن جمهوری اسلامی و انتقاد از اعدام ها و سرکوب صحبت کرد، در ماه نوامبر موقعی که از برزیل برمیگشت و هواپیما رسمه که پاپ ها، چون من چندین بار با ژان پل دوم سفر این بر اون بر رفته بودم به عنوان خبرنگار، میاد در بخش خبرنگاران به سوالاشون جواب میده، مخصوصا تو سفرهای طولانی مثل از برزیل تا روم. ازش در مورد ایران میپرسن، ایشون بدون اینکه اسمی از ایران و جمهوری اسلامی ببره میگه زنان باید در هر جامعه از حقوق و فلان و این حرفا، یا بحث کلی میکنه. همین پاپ منتها بعد اعدام های اخیر، از اونجایی که این پاپ شدیداً مخالف مجازات اعدامه، دیگه حوصله نکرد، روز 9 ژانویه با اسپردن از جمهوری اسلامی به جمهوری اسلامی حمله کرد. در حدی بوده که واکنش بوده از طرف روزنامه های جمهوری اسلامی به صحبت های پاپ، همچنان که به صحبت های رئیس جمهور ایتالیا. سفیر جدید بلا فاصله پس از این که از کاخ ریاست جمهوری ایتالیا خارج میشه یک کنفرانس مطبوعاتی میذاره و میگه ایتالیا میخواد ما رو مجبور کنه از ارزش های خودش پیروی کنیم و ما این چیز رو نمیپذیریم، یعنی مجبور به پاسخگویی به رئیس جمهور میشه در یک دیداری که اصولا دیدار سیاسی نیست بلکه یک دیدار فرمالیته است. بنابراین ما شاهد تغییراتی هستیم، منتها این تغییرات باید روند خودشون رو طی بکنن تا اینکه به این برسند که اصولا اینها به نوعی با جمهوری اسلامی، حالا نمیگم از نظر دیپلماتیک قطع رابطه بکنن، ولی قطع رابطه بکنن، حالا در حقیقت بگن که دیگه از قید جمهوری اسلامی زدن. اون مرحله اولش اینه که اینها، این دولت‌های غربی به این نتیجه برسن که برکناری یا سرنگونی یا براندازی جمهوری اسلامی در کوتاه مدت میسره. به قول ایتالیایی میگن دولت‌های وقتی سوار قطار میشن که قطار راه افتاده باشه، و تظاهرات بسیار گسترده 120 روز هنوز این چنین تصویری رو در غرب نشون نمیده که جمهوری اسلامی رفتنی است. میگویند در بحرانه، این بحران باید انقدر تشدید بشه که دولت‌های غربی به این نتیجه برسن که رفتنی است و بنابراین دیگه منفعت ندارن در رابطه ادامه رابطه نزدیک و اقتصادی با این کشور منفعتی براشون نداره و باید از حالا به فکر دولت بعدی باشن. ما به این مرحله نرسیدیم ولی گام‌های اولی برداشته شده و من امیدوارم که این حرکت انقلابی در ایران گسترش پیدا کنه در حدی که جوامع غربی رو هم قانع بکنه، همچنان کشورهای منطقه رو، که جمهوری اسلامی دیگه رفتنی است، عمرش شکسته و پایانش بسیار نزدیکه. ممنونم. این بحثایی که میشه مثلا در کانادا، خب هنوز سپاه پاسداران تروریستی شناخته نشده ولی صحبتش بوده، یا این تظاهراتی که با شرکت آقای ترودو برگزار شد اثر داشته،
ما الان خبر داریم از کانادا که شماری از فرزندان مقامات جمهوری اسلامی در کانادا برخیشون شاغل بودن استعفا دادن. یعنی وضعیت رو خطرناک میدونه برای خود، وضعیت آینده رو. یعنی تو فکر کشور دیگری هستن، کشور سالس که اگه بشه اونجا منتقل میشن که امتر باشه. یعنی اینقدر نگرانی حاصل شده. وقتی صحبت از کلید خوردن به اصطلاح نام سپاه در فهرست گروه های ترور به میان میاد، مفهومش خیلی از کمپانی ها، شرکت هایی که با سپاه در ارتباط دارن، یادتون باشه تمام قدرت موتوریزه سپاه وابسته به خارج یا شرکت های چینی است، مخصوصا شرکت های چینی. خب شرکت ها دیگه جرئت نمی کنن با سپاه معامله کنن، چون اعتماد بیان معاملات طولانی مدت داشته باشن یا اعتبار بدن به سپاه. اینا همه به هم میخوره. اینا نگران انتقام غرب، به ویژه ایالات متحده آمریکا، تحریم و بعد مشکلاتی که پیش میاد، یا شرکت هایی که حتی شائبه نزدیکی به سپاه دارن. اینا معلومه خودشون رو در خطر میبینن. الان فضا داره عوض میشه. خود عوض شدن فضا میتونه مشکل ساز بشه برای سپاه پاسداران. ببینید سپاه پاسداران داره تبدیل میشه به یک سازمان زیرزمینی که دیگه اجازه نفس کشیدن در فضای آزاد بهش نخواهد. خانم نازنین انصاری بفرمایید. بله مریم جان، خانم معمار صادقی راجع به افزایش درآمد صحبت کردن، درآمد روسیه و ایران، و موضوع افزایش درآمد نیست، موضوع اینه که چطوری اینا باید خرج کنن و کجاها خرج میکنن، و آیا مثلا بیاین الان هوای بیش از 460 شهر تو 27 استان تو ایران زیر صفره، که در بعضی از اینا تو حتی به منفی 28 درجه، منهای 28 رسیده. در کشوری که ایران الان از لحاظ گاز شماره دو در دنیا از لحاظ چقدر گاز داره، ولی این گاز یه مقدارش وقتی که داره در میاد در استخراج میشه از بین میره، و یه مقدارش هم وقتی که داره در چرخه توزیع. چرا؟ به خاطر اینکه در این تمام این سالها جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران، حالا بخوایم بگیم تمام این اعضای این فرقه، به جای اینکه بیان تجهیزات رو مدرن کنن، سرمایه گذاری در گاز بکنن، مثل هر دولت، هر حکمرانانی که واقعا باز بینش باز داشته باشن و برای ملت و منافع ملی رو منافع خود کشور بدونن، به جای اینکه بیان اینجا سرمایه گذاری بکنن، رفتن تمام سرمایه گذاری کردن در موشک و موشک بفرست و بین. به مردم ایران چی میرسه؟ به خاطر همینه که الان همین امروز از تظاهرات بود در شهرستان‌های مختلف. از لحاظ اون قسمت وزراش هم ببینیم، مثلا الان بریتانیا این کاری که با همین اعدام این علیرضا اکبری تصمیمی که گرفتن، که درست بعد از همون روزی بود که در پارلمان بریتانیا راجع به قرار دادن سپاه پاسدار در لیست تحریم ها یک میتینگ های تمام دیبیت بود. خب بعد یک روز بعد میان اینو اعدام میکنن. بریتانیا چاره ای نداره، که دو تابعیتی هم هست. حالا چرا به این آقا تابعیت انگلیسی دادن؟ اون به کنار. ولی خب بعد از این ور میان یک دفعه بریتانیا مجبور میشه که سفیر خودشو اوکی واسه یه مدت کوتاه ولی بکشه از تهران، سایمون شرکلیف بس برگرده. و در خود فرانسه، در تمام چیزهای پایتخت های اروپایی، در فرانسه، در ایتالیا، ببینین در همینطوری آقای رفعت هم میگفتن در ایتالیا چطور رفتاری کردن. خب این نشانگر چیه؟ یک وضعیتی هستیم که اینا دارن همینطوری میرن پایین، ولی در همون ضمن میدونین ایرانیانی هستن، چهره ها هستن، گروه ها هستن، انرژی که هست در این انقلاب، اینو نمیشه اصلا شما بگین
نیست و بی امید باشید. مثلا خانم شیرین عبادی که در تمام این سالها دکتر شیرین عبادی همیشه صحبت این بود که کسانی که در کارهای حقوق بشری دارن کار وظایف حقوق بشری هستن نباید کار فعال سیاسی باشن. به جایی رسیده که خود دکتر شیرین عبادی میگه مردم انقلاب نمیخواستن ولی چاره ای به جز انقلاب ندارن و میدونن که هر روز که اگه برگردن به خانه وضعیتشون از امروز هم بدتر میشه. این دیگه اصلا وارد یک دینامیسم دیگه ای شدیم و الان اینه که ببینیم از الان به جلو واقعا با امید باید بریم، برای اینکه میدونیم چی میخوایم و همه میدونن چی میخوان. اگر قبلا نمیدونستن، اگر 6 ماه پیش نمیدونستن، الان همه دارن بلند بلند دادن میزنن. خب اینو بذارین رو هر گرافیک میبینین همینطوری فلش داره به روی بالا میره. همینطوره. خانم بهبار صادقی عزیز بفرمایید. بله، منم امیدم به مردم ایران هست، یعنی از اون لحاظ اصلا کوچکترین شکی نیست که این مردم انقلابی هستند، همون جوری که مردم اوکراین شکی نیست که دارن برای آزادی مملکتشون با بیشترین شجاعت می‌جنگن. و حرف من بیشتر این هستش که چه کارهایی هنوز باقی مونده در فضای سیاسی بین‌المللی که باید هدف ما باشه تا بتونیم این بازی رو ببریم. یعنی وسط یه انقلاب هستیم و اگه بخوایم انقلاب به پیروزی برسه چه کارهایی باقی مانده. برای همینه که خیلی مهمه که همون جوری که همه شماها مرور کردین به گذشته، تغییری که در گفتمان احزاب کشورهای غربی شده چقدر مهمه. صحبتی که حتی پاپ گفته راجع به اعدام، البته ایشون میتونست حرفش خیلی درست‌تر باشه، برای اینکه تذکری که داد به جمهوری اسلامی این بود که وقتی که شما اعدام میکنین باعث میشه که انتقام بخوان اون طرف. نگفت که متاسفانه، نگفت که این کسایی که دارین اعدام میکنین بیگناه هستن. یعنی یه جوری انگار که اینا یه جرمی کردن حالا ولی شما نباید اینا رو بکشین. ولی اصلا شکی نیست که انقلاب تا حالا انقلاب فوق‌العاده پیروزی بوده، ولی چه چیزایی باید شکل بگیره، چه کارایی باقی مونده که هنوز نشده که لازم هست. برای همینم هم هستش که به نظر من کسایی که در اپوزیسیون خیلی با دقت دارن همه چیز رو دنبال میکنن، پافشاری میکنن سر اینکه سپاه پاسداران نباید بتونه نفت رو بفروشه. برای اینکه درسته که از روز اول خب جمهوری اسلامی پولی که به دستش بود هیچ وقت دلسوزی همون مستضعفین رو که نکرد، هیچی، یه مملکت مستضعف به وجود آورده. ولی یه مافیا هست که این مافیا هر چقدر که پول به دستش بیشتر بیاد، از طریق تروری که در منطقه میکنه، از طریق خب پولدارتر شدن خودیاشون، قدرت خودش رو میتونه حفظ بکنه. از سرکوبی که مردم میکنه میتونه قدرت خودش رو حفظ بکنه. بنابراین مردم الان در استراسبورگ اونجا هستن فقط نه برای این نیستش که بگن که اروپا، کشورهای اروپایی بیان بگن که سپاه پاسداران تروریسته، برای اینکه امیدشون اینه که پول به دست این سپاه پاسداران نرسه. و چیزی که در آمریکا چند سال پیش ما پافشاری میکردیم که آمریکا این کارو بکنه، نایاکی‌ها و هزار و یک جور ایرانی آمریکایی دیگه فکر میکردن که نه، این به ضرر مردم میشه که اگر سپاه پاسداران بره تو لیست ترور آمریکا. الان تقریبا همه اون آدما، همه اون ایرانی آمریکایی‌ها کاملا عوض شدن. یعنی الان شنبه ها میان تو خیابون شهرهای خودشون میخوان همه جور این حکومت انزوا بشه. حرفای آقای رفعت خیلی مهمه به نظر من که احزاب تغییر موضع میکنه، گفتمان خودش رو عوض میکنه،
ولی دولت حزب نیست. یعنی الان دولت بایدن باید ببینه که یک آینده ای ایران میتونه داشته باشه بدون جمهوری اسلامی. و نمیخوام بگم که تقصیر اپوزیسیون هستش که این رو هنوز حس نمیکنه، چون تقصیر اصلی همون جهانبینی چپ در از پرو جمهوری اسلامی راب مالی و اون تیم بایدن هست که اگرم تغییری کردن تا حالا تو این 3-4 ماه گذشته به خاطر فشار بوده که روشون هست. یعنی آدمایی هستن که دلشون نمیخواد قطع رابطه بکنن با جمهوری اسلامی، آدمایی هستن که سیاستی هستش که دلش میخواد که جمهوری اسلامی پلیر اصلی باشه در خاورمیانه و حتی مخالف علای حامی بزرگ اتحادیه آمریکا در خاورمیانه اسرائیل و عربستان هستند. یعنی با اینکه این همه ساله که آمریکا با اسرائیل و عربستان یکی بوده، اینا الان سیاستی رو جلو بردن تا که سعی کنن که هی اسرائیل عقب نگردارن. این انقلاب مردم بوده، مردم ایران بودن که مجبور کردن که دولت آمریکا بیاد هی یکم یکم قطره قطره سیاستش رو عوض بکنه. من حرفم فقط این هستش که اون حرف اصلی هنوز زده نشده که ما آمریکا یا ما کانادا یا ما اتحادیه اروپا، انگلیس، آلمان، فرانسه دیگه نمیبینیم که آینده ایران میتونه با این حکومت جلو بره و ما بعد از این هر نوع مذاکره‌ای که بخوایم بکنیم راجع به این کشور با نیروی اپوزیسیون خواهد بود، نه با اون جمهوری اسلامی. اینجا هم خب بالاخره اپوزیسیون یه مقدار باید پیشرفت داشته باشه که خب خیلی بوده، الان اتحاد خیلی بیشتر شده، صحبت ها، همکاری ها خیلی بیشتر از هر موقع دیگه ای هست، ولی اگر بتونه این همکاری رسمی تر بشه و با همدیگه سران اپوزیسیون برن به طرف این حکومت ها و بگن بیاین با ما بشینین، بیاین با ما مذاکره بکنین، بیاین همه با هم ما یه نزهت هستیم، یک گروه هستیم، همه با هم میتونیم این مردم انقلابی رو نمایندگی بکنیم، خب خیلی کمک بزرگی خواهد بود. ممنونم، تشکر میکنم. آقای رفعت عزیز، راست میگه خانم میمار صادقی، سیاست، تغییر سیاست در آمریکا قطره چکانی است. به نظرم عقب افتادن از اتحادیه اروپا، ولی بالاخره غربی ها به یک اجماع میرسن. چون اینجا پای پوتین هم در میانه، فقط علی خامنه ای نیست، پای پوتین هم در میانه، موضوع اوکراین هست و موضوع به خطر افتادن وحدت کشورهای غربی، ببینید تمدن در اروپا که هدف پوتینه، هدف پوتین انهدام تمدن اروپایی است، یکی از هدف‌هاش. آقای رفعت عزیز، این تغییر لحن عراقی ها رو شما چطور تعبیر تفسیر میکنید؟ چیز عجیبیه بعد از این چند دهه. بفرمایید. ببینید، عراق خب در این دولتی که تشکیل شد، دولتی است که قرار بود و به نوعی هم هست زیر نظر جمهوری اسلامی باشه، چون در آخرین انتخاباتی که در عراق برگزار شد، باید یادآوری کرد، نیروهای هوادار جمهوری اسلامی اکثریت نداشتند و عمده آمار آرای خودشون رو از دست داده بودند و این آرا عمدتا رفته بودند به حزب مورد حمایت مقتدا صدر که او هم شیعه است، ولی خب دم از مخالفت با جمهوری اسلامی میذاره. مقتدا صدر و نمایندگان وابسته به او همراه با حزب دموکرات کردستان عراق و اهل دو حزب سنی عراقی نتوانستند رئیس جمهور انتخاب کنند و در عراق تا رئیس جمهور انتخاب نشه نمیشه دولت تشکیل داد. بعد از ماها تلاش، مقتدا صدر فکر کرد که با استعفای نمایندگانش از مجلس میتونه این بحث رو از داخل پارلمان به خیابون ببره، چند تا تظاهرات گسترده هم گذاشت، ولی این چنین نبود، اشتباه یک ارزیابی اشتباه کرده بود. نمایندگان او که استعفا دادن، نمایندگانی که وارد مجلس شدن، اکثریت رو بار دیگر به جمهوری اسلامی دادن و این دولت
تشکیل شد که خود مقتدا صدرم شخصا خیلی مخالفه علیه این نخست وزیرم صحبت کرده. ولی از اونجایی که عراق بالاخره کشور عربی است، بالاخره نمیتونه با دیگر کشور عربی رابطه نداشته باشه، نمیتونه به عنوان یک کشور پوشالی که حکومتش دست جمهوری اسلامی است عمل بکنه، به خاطر اینکه در هر صورت مردم عراق اکثریتشون در آخرین انتخابات و در تظاهرات دو سال گذشته نشون دادن که علاقه به جمهوری اسلامی ندارن. بنابراین این دولت برای اینکه بتونه به نوعی اعتماد مردم رو از به دست بیاره، به نوعی روابطش با کشورهای عربی به ویژه در حوزه خلیج فارس مثل پادشاهی سعودی رو ترمیم بکنه، مجبور شد که یک سری اقداماتی انجام بده، چندین سفر به ریاض، به امارات متحده و غیره، و اخیراً هم این داستانی که گویا بلیتی برای بازگشت به جهان عرب که سعودی‌ها تعیین کرده بودند برای عراق این بود که از خلیج فارس استفاده نکنند و اشاره کنند به خلیج عربی به جای خلیج فارس. خب این مسئله رو این کار کردن، ایران اعتراض آنچنانی جمهوری اسلامی نکرد و مرحله دوم باز تحت فشار آمریکایی ها این بود که بگن خیلی خوب این مصوبه پارلمان هست که نیروهای آمریکا باید عراق رو ترک کنند، این که مصوبه پارلمانی کارش نمیتونیم بکنیم ولی زمان براش تعیین نکنن، بگن حالا بعد ببینیم چه خواهد شد، یک زمانی بالاخره آمریکا باید ترک کنه، اینم کسی مبخره یک زمانی آمریکا ترک خواهد کرد عراق. و این هم این مسئله به قول معروف بلیت دومی است که عراقی‌ها مجبور به خرید اون شدن برای اینکه بتونن حمایت کشورهای عربی رو به دست بیارن. از جانب دیگر جمهوری اسلامی به خوبی میدونه که شاید امروز تو پارلمان هنوز آرایی داشته باشه برای اینکه نظراتش رو مطرح کنه، رأی اعتماد به دولت مورد اطمینانش بدن، ولی میدونه که در عراق حامیانش روز به روز کاهش پیدا میکنن و بین مردم عراق دیگر حمایتی رو که چند سال پیش ازش برخوردار بود برخوردار نیستش. بنابراین میدونه که رفتنی است، در تلاشه که با سکوت در مقابل این تصمیمات دولت کنونی عراق این روند جدایی از دولت عراق از تهران رو تسریع نکنه، بلکه با زیر سیبیلی در کردن به نوعی مماشات بکنه با دولت کنونی و باعث واکنش های جدیتری از سوی مردم عراق نشه. یادتون باشه در گذشته یکی از مقامات عراقی حتی نه سخنی اینقدر درشت بر زبان می آورد، اون وقت این دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی علیه عراقی ها عربده می کشید، اون زمان اینجوری بود، الان همه ساکتن، همه این نشانه این وضعیت. تشکر میکنم از حضور درخشان نازنین خانم انصاری، حضور درخشان خانم مریم معمار صادقی و روزنامه‌نگار برجسته آقای دکتر احمد رفعت. سخنی دارید خانم انصاری؟ خدافظی کنیم هم. بله، یک دنیا ممنون که منو دعوت کردین و با یک تشکر از بینندگانتون که این ساعت ماما بودن و تا هفته آینده امیدوارم. مریم خانم خدافزی نمی کنی؟ آما احمد جان میکروفون خانم معمار صادقی بسته، لبشون تفون می خوره ولی صداشون نمی شه. قربان همگی، خیلی خوشحال شدم. ممنونم. منم با سپاس بسیار از شما و از حوصله بینندگان برای اینکه حرفای ما رو گوش دادن. بسیار ممنون از شما که گفتگوی بسیار آموزنده بود، خیلی آموختیم امروز از دوستان عزیز و صاحب نظر. برمیگردیم و برنامه رو پی میگیریم. برمیگردیم. برنامه رو پی میگیریم. برمیگردیم. روز خیلی خیلی مهمی در تاریخ معاصر میهن ماست، این اجتماع عظیم ایرانی ها در استراسبورگ، چیزی حدود 25 هزار نفر، شوخی نیست، زمستان
بعد اون منطقه مثلا استراسبورگ مثلا جمعیت ایرانی نداره، ایرانی ها باید از راه های بسیار دور از کشورهای مختلف خودشون به اونجا برسونن. این همتی که ایرانی ها به خرج دادن یعنی انقلاب، این همت انقلابی میخواد چنین کاری، یعنی انقلاب در روح و روان ایرانی ها رخ داده. نگاه کنید به جمعیت، انقدر این جمعیت اثرگذار بود که رئیس پارلمان اتحادیه رئیس پارلمان اتحادیه از دفتر خودش بیرون آمد از ساختمان و در برابر ایرانی ها ظاهر شد و به اونا گفت که در سمت درست تاریخ ایستادید و ما در کنار شما هستیم. این یعنی کلید خوردن خیلی اثرات مهمی داره، راست که اثرات مخرب برای خود سپاه، اول اثرات روانی داره و بعدم سپاه مناسبات خیلی سنگینی داره، تجاری، صنعتی با بسیاری از کشورها، ببیشه با چینی ها که روابط خیلی خیلی عمیق از گذشته های دور تا به امروز، همینطور شمالی از کشورهای اروپایی، کانادا فرقی نمی کنه، خود ایالات متحده آمریکا، کشورهای آمریکای جنوبی در رشته های مختلف. ولی اون بخشش برای ما اهمیت داره که در واقع اون به اصطلاح بخش صنعتی سپاه رو تشکیل میده و سپاه متکیست به این مناسبات ما. کدام شرکت، چه بخش خصوصی، چه دولتی، مثلا در کشوری مثل چین که تازه تمام الان نگاهش به سوی آینده است، بتون از این دوره بیرون بیاد، از این دوره بحرانی و دوباره خودشو بالا بکشه. میگن سال 2024 دوباره چین میتونه خودشو بالا بکشه و این به سود ایالات متحده آمریکا. آمریکا هرگز علاقه نداره که چین در این به اصطلاح در این وضعیت نگران کننده باقی بمونه از نظر اقتصادی. چینی‌ها میتونن ترمیم بکنن وضعیت رو، جبران مافات بکنن، دوباره راه بیافتن. این چیزیست که آمریکایی هم طالبش کرد. کدام کمپانی، کدام شرکتی دیگه حاضره روی سازمانی سرمایه گذاری بکنه یا باش تشکیلاتی تعامل بکنه که اگر به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته بشه اون وقت اینها باید با عواقب سنگینش کنار بیان. یعنی که از همین الان این موضوع از روانی اثرگذار بوده، کما اینکه اتفاقاتی که در کانادا افتاده برای بسیاری از وابستگان حکومت جمهوری اسلامی در این کشور تأثیرات لازم رو گذاشته. ما خبر داریم، خبر قطعی هم میانانم که شمانی از نزدیکان نیم. حتی مخبر داره جمهوری اسلامی که دیگه حاضر نیست با جمهوری اسلامی کار بکنه. مخبرهایی که البته ارتباطاتی هم با خود دستگاه های خفیه داشتن در همین کشورهای غربی، اینا دیگه مدت هاست همکاری با جمهوری اسلامی کنار گذاشتن چون نگران آینده خودشون و میدونه جمهوری اسلامی دیگه وضعیت سابق رو نداره. این وضعیت در کانادا کاملا قابل لمسه. اونایی که ثروت های کلان آوردن در اونجا، پول های مردم ایران وادشان بودن کانادا، خونه ها، قصر های خریدن، همه دارن دوباره فکر میکنن، همه در پی کشور ثالث هم. این خیلی مهمه. حالا فکر کنید موضوع سپاه پاسداران و چه بگم، به معنای اینکه تشکیلاتی ناچار بره زیر زمین، اگه سازمان تروریستی شناخته بشه بره زیر زمین، یعنی چی؟ یعنی اجازه نفس کشیدن در فضای آزاد رو از دست میده. و این یه لطمه سنگینه برای رژیم خامنه ای. تصادفاً خود خامنه ای بود که سپاه رو به این وضعیت رسوند. یعنی اگر خامنه ای سپاه رو در اوکراین دخالت نمیداد، شاید وضعیت سپاه به اینجا نمیرسید. یکی دیگه از اشتباهات بزرگی خامنه ای همین بود. سپاه رو وارد یه موضوعی کرد که غربی ها نسبت بهش سخت حساسن. ببینید درست اعتراض میشه به این که تغییر سیاست ها در مثلا ایالات متحده آمریکا برخی از کشورها قصر شکانی است در برابر جمهوری اسلامی است. اینا که یک شبه سیاست های خودشون رو تغییر بدن، با یک دکمه که نمیشه سیاست رو عوض کرد یا استراتژی رو عوض کرد.
قطع چکانی پیش میده. از فوریه جنگ اوکراین شروع شده، یادتون باشه فوریه گذشته. امروز انگلستان تصمیم میگیره که تانکای و اثر خودش رو در جنگ اوکراین در اختیار اوکراین ها قرار بده. تا به حال تعلل میکرد. آلمان ها به همین ترتیب مدت ها ایمادی تعمل کردن، چرچه مینداختن ببینن چه خواهد شد. حاضر نبودن روی یه استراتژی سرمایه گذاری بکنه، استراتژی مبهم و منشور و گذشته رو کاملا پرونده گذشته رو بایگانی بکنن. نمیتونن این کارو بکنن. استراتژی ها به این ترتیب متحول نمیشن، به این ترتیب تغییر پیدا نمیکنن. نیاز به بررسی داره، نیاز به بررسی داره، نیاز به محاسبات خیلی خیلی سنگین داره و کارهای کارشناسانه داره که اینا بتونن به جایی برسن که مطمئن بشن حالا از حالا میشه این استراتژی رو تغییر. در مورد جمهوری اسلامی با توجه به اینکه این حکومت مشکل مزمن بوده در تاریخ ملت های جهان، واقعا یک مشکل مزمن 44 ساله شوخی نیست، سعی میکردن با این میکروب کنار بیان. امروز هم همیانان به این نتیجه رسن که اگر قرار بر ایجاد یک نظم نو در دنیا باشه، اگر قراری که یک نظم نوین معماری بشه، نظم نوین مهندسی بشه، جایی برای پوتین و جمهوری اسلامی باقی نمیمونه. امروز هم پیشبینی کرده یکی از کارشناسان مسائل روسیه که ممکنه در اون مملکت حتی جنگ داخلی رخ بده. و بعد خیلی ها معتقدن، مخصوصا که از کارشناسان روسیه معتقدن که اگر روسیه کیف را، اگر روسیه کریمه را از دست بده، یعنی اوکراینی ها بتونن کریمه را از جنگ روسیه در بیارن که امکانش خیلی 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 زیاده، چون هدف زلنسکی هم همینه، روس ها به نام سابقه و تجربه تاریخی یا پوتین را از میان بر میدارن یا مسمومش میکنن یا یک نفر این را به با تیر میزنن و شرشه میکرد. بسیاری از تغییراتی که در تاریخ روسیه رخ داده به همین ترتیب بوده. یک نفر این وسط قیام کرده یا حتی مسموم کردن مسموم کردن پادشاهی رو که تصور میکردن ماندگاریش ممکنه به اضمحلال روسیه ختم بشه. به هر حال این مسئله کلید خوردن به اصطلاح پرونده سپاه حائز خیلی مهمه، خیلی با جمهوری اسلامی رو نگران کنه. و در ضمن اگه کسانی دنبال ریشه این ماجرا میگردن، برن سراغ شخص علی خامنه ای. او باعث شد، حالا کی مشورت داده بود، احتمال از خود سپاه بوده، چون جنای روسوفیل سپاه پاسداران خیلی قوی است. و همینطور که داریم پیش میریم، هر چقدر که پوتین دچار ضعف و فتور بشه، خب این جناح هم زار و نزار خواهد، لاغرتر میشه. و لاغری جناح روسوفی در سپاه پاسداران به معنای ریزشه، ریزش جدید. اونم باری از قدرت بیت علی خامنه‌ای که متاسفانه امروز در تصرف کوتوله‌های سیاسی است، آدم‌های شارلاتان، آدم‌های کاسدیس، آدم‌های حقیر که دشمنی دارن با آدم‌های درستکار، با آدم‌های امین، با آدم‌های دانشمند، با آدم‌های متفکر، برای همین می‌ترسن از کارشناسان اقتصادی. حتی حرفای آقای حسن منصور رو شنیدید که در ایران ما کارشناس اقتصادی کم اندک نداره، آدم‌های بزرگی که حتی میشه اونها رو در به اصطلاح نهادهای بین المللی جا داد و ازشون بهره گرفت. اینا فکر کنید تو ایران اما آتل و باطل موندن. چرا؟ چون حکومت قرار نیست با آدمهای باسواد و تحصیل کرده کار بکنه. هرچه آدم بیسواد جمع کرده دور خودش، خامنه‌ای و چیپای، فکر کنید شاعر بزرگی مثل
مثل آقای خویی، مثل نادرپور، اینا باید بیرون از ایران باشن، یا حداد عادل مثلا باید در کنار رو، یا محمد محله، یا این همه دیپلمات برجسته و بزرگ داریم، باید علی اکبر ولایتی مشاور وزارت خارجه باشه، یا امیر عبداللهیان باید وزیر خارجه رئیس دیپلماسی ایران باشه. این همه شخصیت کارگوشا ما داریم در عرصه جهان، یکی از یکی برجسته تر و بزرگتر، یکی از یکی برجسته تر و بزرگتر. چند تا شما سر رو میشناسم عجوبه هایی در این کار، عجوبه هایی در این کار. چه میشه کرد؟ متاسفانه بدشانسی ایران بوده که رهبری پیدا کرده که با همه داره، یعنی تصور میکنه آدم های بزرگ و برجسته و درستکار و شریف اینا میتونن مثل موریانه پایه های قدرت او رو بخورن یا بجوند، از این با همه قول داره. میری این همه آدم ضعیف بیچاره بدبخت دور خود جمع کرده، از رئیس جمهور با 6 کلاس 5 کلاس سواد و بقیه آدم هایی که اصلا نه این کارن نه دنیای امروز رو میشناسن، هر تصمیمی که میگیرن علیه خودشون تمام شد، هر تصمیمی گرفتن تا به این لحظه علیه خودشون. ببینم ساعت چنده و داریم میرسیم به پایان برنامه امروز. برنامه خوبی بود، تشکر میکنم از شما، از سبر خسروی عزیز که برنامه رو اجرا کرد، از سارا ایرانی عزیزم و همینطور، و امیدوارم که نیروهای اپوزیسیون دیگه ائتلاف بخت نکنن، پا به پا نشن، دیگه اصلا فرصتی برای پا به پایی نیست. ما سریعا یک ستاد پشتیبانی رو در خارج از کشور شکل میدیم، هر کس که داوطلب برای کمک به جنبش انقلابی ایران، نه برای رهبری جنبش، نه برای هدایت، خود اونا دارن کارشون رو میکنن، برای پشتیبانی و حمایت این جنبش که واقعا نیاز داره، هر چه زودتر. دولت هایی هم که هنوز مرددن که نیستن، هنوز کسی مردد نیست، میگم سیاست استراتژی به طور قطره چگانی تغییر پیدا کنه، چون یه شبه نیست، با دکمه، با زدن یک دکمه چیزی عوض نمیشه، نه، باید همه حساب کتاب ها بشه، این رونده طول میکشه، یه پروسه است، ولی ما در میانه این پروسه هستیم. برخی از کشورها جلوتر هم، برخی عقبتر هم دارن پیش میرن. امروز یک گزارشات اومده بود درباره گسترش فعالیت های تروریستی، آدم کشی در سوئد، که اصلا عجیب، برای مملکت اسکاندیناوی، مملکت متمدن، خیلی مورد احترام. فکر کنید مردم هر روز از خواب بیدار میشن یه نفر کشته شده. از زمانی که جمهوری اسلامی آمده بر سر کار، مصیبتاش از این قسم بود، مصیبت به کشورهای دیگه صادر کرد، مصیبت و فاجعه به کشورهای دیگه صادر کرد، از طریق گروه های خودش، از طریق سلول های خفته. نمیگم اینا یک کارا رو کردن همه وابسته به جمهوری اسلامی هست، ولی فضایی که جمهوری اسلامی پدید آورد با شعار گسترش اسلامی سیاسی باعث شده که اتفاقات این حوادث در اروپا و در بسیاری از کشورهای دنیا، ولی این گونه نمیمونه دیگه. تاریخ در مرحله تغییره، تغییرات اساسی. ما در چی هستیم؟ در یه نقطه عطف عظیم قرار گرفتیم که به کل سرنوشت ایران رو دگرگون میکنه و تغییر میده. زن زندگی